سرگذشتی تلخ و جانکاه است و سرگذشت مردانش که بار فرهنگی چنین شکننده را از رهگذری چنان پرخطر به منزل مقصود برده اند حکایتی است هول‌انگیز. مردانی پاک باخته، تمام باخته که آتش در سرانگوش داشتند و آتشکده‌ای در دل، و با این همه تاریک گذشتند و در اعماق تا این وظیفه را از خشم ظلمت نهان ماند. مردان تاریخ موسیقی ما مسافران خسته ظلمتند، ودیعه این فرهنگ سوزان را از پدران خیش گرفتند و به فرزندان خیش سپردند. با تحقیر و دشنام و زشت نامی سازگاری کردند تا جرقه از دل طوفان به سلامت گذشت و خرمن خورشید شد. نام بلندشان غرقه نور باد، درویش خان و عبدالحسین خان و شیدا، سمایی و نیدا بود، محجوبی و سبا و بسیاری دیگر آنها که نامی حتی از خود به یادگار نگذاشته. ضرب می‌زدیم تا خدا تصادف کرد و نصیبمون کرد، مشرف شدیم خدمت سبا. سبا ضربشناسی یاد ما داد. بعدم برخوردیم مرحوم خالقی، خالقی وزن‌شناسی یاد ما داد. پدر مادرم مرحوم میرزا علی خان که یکی از استادید کمانچه بود و پسرهای ایشون هم از کمانچه تعلیمات کاملی داشتن. بنده پیش استاد تکمیل شدم، یعنی اندازه‌ای که کمانچه رو یاد گرفتم، و پیش دایی ها تکمیل کردم تا یه اندازه‌ای. طفولیت سن تقریبا 7 الی 8 سالم بود که برای کار هنری شروع کردم. البته یه جلسه یا دو جلسه بیشتر پیش پدرم کار نکردم، از لحاظ اینکه من کوچک بودم و سنم کفاف نمیداد بخوام کار بکنم. بعد کار هنری رو پیش خواهرهای خودم شروع کردم به کار کردم.
سالگی نزد مرحوم پدرم مشغول تحصیل موسیقی شدم و تا 14 سالگی سازم پیشرفت خوبی کرده بود که بعضی از شاگردهای مرحوم پدرم هم درس می‌دادند. اولین مرتبه ای که صدای نیره شنیدم یه پیر مرد ریش سفیدی بود، عینکی هم داشت. این نی میزد و حتی دندان هاشم ریخته بود، با فرقش نیره میزد و به اندازه صدای ساز این پیر مرد روی من اثر کرد که بی اختیار دیدم من فریفته و شیفته این مرد شدم و هی بهش میرم بازی کمی بزن. همین منو تشویق کرد که برم نی پیدا بکنم و رفتم نی خریدم. اون چه خواستم از نی صدا در بیارم نشد و حتی یک صدای ساده که الان با انگشتم میتونم بزنم اون وقت نمیتونستم از نی دارم. بنابراین دو سال طول کشید تا اینکه با مرحوم نوایی که یکی از دوستان پدر من بود و یکی از نوازندگان نی بود که در اون زمان شهرتی داشت روبرو شدم و بعد از یک هفته تونستم صدای نی رو در بیارم. منظرمون مهمان بود و پدرم از موسیقی‌داران زبان دعوت می‌کرد که براشون برنامه اجرا بکنن. من همیشه پای ساز اینها تا ساعت‌های شب اینها می‌نشستم و گوش می‌کردم. بعد هم در حدود سن 20 سالگی رفتم نزد استاد سبا. خاصیت استاد سبا به این بود که علاوه بر اینکه نوتشون خیلی قوی بود و با نوت درس می‌دادن، ردیف رو خیلی خیلی خوب می‌دونستن و به مزراب‌های سنتور و تکنیک سنتور اونطوری که حیوی سمایی ساز می‌زد آشنایی کامل داشت. و به خصوص که سمایی خودش گفته بود که اول باید شاگردها پیش سبا کار بکنن، تکنیک رو یاد بگیرن و قوی بشن، بعد بیان پیش ایشون کار بکنن. بعد که 10 سالی پیش سبا زدم، ایشون یک تقدیرنامه‌ای برای من نوشتن و اجازه دادن که با خودشون ساز بزنم. در رادیو نوارهاش موجود هست و نوارهای در روزه فرهنگان هم موجود هست. بعدنم کلاس آزاد منزل خودم میمدن پیش من تعلیم گرفتم. کسانی هم که برایشون مغزو نبود من میرفتم منزلشون. هفت شاگرد دارم که الان هم مشغول تدریسن. کاملا الان بنده هفته 2 روز 3 روز درس کمونچه دارم که شاگردهای تقریبا از همه جور، هم جوانتر هم سالمند، همه جور شاگرد دارم. موسیقی چیزی که حساب نمی‌شد به حساب نمی‌اومد ضرب بود.
باید یه سازی باشه، ساز بزنه، ضربن داده که ضرب بزنه. حالا ضرب رو به جای رسوندیم، پس از 40 سال این ضرب اول واقعا هم میکرد میکنم صفر بود، دست چپ اعداد کش خونده نمیشد، آوردیمش گوشتیم دست راست اعداد به تصدیق همه. این موضوع شاگرد و این هم آمد جلو، من در موضوع تکنیک رو به اینها یاد میدادم و حالا به همین ترتیبه اگرشون که بخواهند یاد بگیرن من اصول کار رو بهشون میگویم که باید به چه طرز کار بکنیم. کاری از اوقات یه چیزهایی از اونها بنده یاد گرفتم، اونها از بنده یاد گرفتم، نمیتونم بگم بنده کار معلمی داشتم، خب اونطور که عدسم برمی آمده. بعد از فوت مرحوم پدرم در همون منزل که منزل پدری بود، بعد از اون که شاگردای پدرم رو دست داد، بعدن وزارت فرهنگ سابق یه امتیازی به نام مدرسه موسیقی شهنازی به بنده دادن، بنده اون مدرسه رو دایر کردم و از اون تاریخ مشغول تدریس شدم که هنوز هم مشغولم. خانه اسمارزاده که می رفتم بیشش با عبادوشم بود، اون وقت که نوت نبود که می گفت هرچی شیشه هش هست بزن بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه، یا دو ضربه رو می گفت بزن 125 125 125 125. والا بنده این مدت که با کمونچه کار کردم راجع به سیمهایی که سابق به این وضع نبود، چون با کوک امروز اون سیمها درست در نمیمد، اینها رو برای تغییر دادم. البته یه تغییرهایی در کمونچه کلی پیدا شده، سابق 3 سیم بود حالا 4 سیمه، و البته بنده به این امتحانات و تجربه و اینها یک کارهایی رو کمونچه کردم که صداش تا اندازهی با موسیقی امروز یه اندازه برای نوازندگی امروز مناسب باشه. حالا برای امتحان از قدیم که میزدن اینطور ملایم میزدن، به این فرم میزدن.
کف قدیم تقریبا نزدیکتر بود تا امروز. حالا به فرم اینکه امروز تغییراتی کرده عرض میکنم خدمتتون. که من در زمینه موسیقی ایرانی برای ساز سنتور کردم یکی تهیه کتاب دستور سنتوره که برای مبتدیان سنتور کسانی که میخوان تازه شروع بکنن اینو تهیه کردم و درش مضرب‌های خیلی ساده سنتور رو درش گنجوندم به طوری که مبتدیان بعد از اینکه این کتاب رو زدن میتونن که به راحتی ردیف‌هایی که سوا برای سنتور نوشته برای آوازهای ایرانی بتونن به راحتی اونها رو بزنن. در ضمن هم در این کتاب چند تا آهنگ محلی تونگی چهار نظام های مختلف و از آثار موسیقی کلاسیک ایران هم چیزهایی گنجوندم که شاگرد خسرو زن. در ضمن بعد از این کتاب کتاب دیگری در سالهای اخیر به نام سی قطعه چهار نظام که برای دوره عالی سنتور هست تهیه کردم که با کمک وزارت فرهنگ رو چاپ کردیم و الان در دست عموم هست. به عنوان نمونه که خیلی کوچیک براتون میذارم. که باید خیلی شگه کار کرده باشه تا اینکه بتونه اینها رو بزنه. البته بعد دوره های سوا میتونه کم کم شروع بکنه و خودش رو قوی بکنه. بنده 5 دستگاه ساختم که عبارت از شور و ماخور و همایون و سگاه و چهارگاه که اونها رو تدریس کردم و اونها مکمل موسیقی سنتی خودم بود که هنوز هم اونها رو تدریس میکنم در هنرستان موسیقی ملی و فکر میکنم تا امروز هم کسی همچه دستگاه هایی نساخته باشه. و بعد از او هم آهنگ هایی ساختم از قبیل پیشتر آمد، آهنگ های خارجی، تصدیف، رنگ و تا امروز هم همینطور مشغول هستم و مشغول تدریس هستم و همینطور آهنگ میسازم و تحویل شاگردها میدم. گذشته از روشی که از استاد سبا بنده یاد گرفتم در نوازندگی و احیانا چند تا استاد دیگه در اصفهان یا تهران، خودم هم بعدا دارای یه سبک خاصی شدم در نوازندگی و بیشتر توجه پیدا کردم روی صدای نی، چون صدای نی رو بیشتر با پارازیت یا ناصاف یه صدای فشی دنبال صدای ساز همیشه بود. من سعی کردم که این صدا رو خالص درارم، ناب درارم، به اصطلاح بدون سر صدا باشه که الان اینن میزنم براتون. و یکی دیگه دو تا از دستگاه های موسیقی ایرانی رو با نی نمیزدن یا اگر میزدن یه مقداریشه میتونستن بزنن، به طور کلی نمیتونستن که این دوتا دستگاه رو با نی بزنن. اونا رو هم من با پشت کار و کوشش رو نی پیاده کردم و الان البته دانشجوها به راحتی میزنن. حالا صدا رو که توضیح دادم، صدای نی که در میبردن قبلا اینن میزنم این بوده است. که بنده تبدیلش کردم به Thank you.
زمان قدیم ما خودمونم که یادم میاد طرز نواختن به این طرز که بنده عرض میکنم بود، ولی خب خودم هم الان یادم رفته از لحاظ اینکه به طرز قدیم میدونید ولی چند سال قبل بوده. هر کی تندتر میزد ناخنش تندتر بود و پنجه تندتر بود. این رو در واقع بهش میگفتن ستاریست، یه ستاریست خیلی خیلی خوبیه و ما به همون طرز کار میکردیم. ولی خب من دیدم که وقتی در رفتم به رادیو دیدم اصولا این طرز زدن با وضع میکروفون اینها اینقدر ها جور در نمیاد. این بود که بنده طرز نواختن رو تغییرش دادم. مثلا سابق اگر میخواستیم بزنیم به قسمتی ما یاد میگردیم، اما حالا خب امروزی بنده اومدم به این طرز درش بردنم. بقیه دیگه پای شاگردای ما که چیکار کنن چیکار نکنن، ما که دیگه عمرمون کردیم و نه قدرت داریم و نه قوه داریم دیگه، ما کاری ساخته نیست. مگه این 4-5 تا شاگرد که داریم اینا یه کارایی بکنن،